تماشای این ویدیو به داوطلبای کنکور شدیداً توصیه میشه، چرا که تجربه کسی هستش که فکر کنم 5 6 بار کنکور داده و کنکورش هم با موفقیت سپری شده، رتبه 3 رقمی کنکور ریاضی، رتبه 2 رقمی کنکور زبان و رتبه 3000 کنکور انسانی، با وجودی که قبرش من انسانی نبوده. میخوام تجربیات کنکوری خودم رو طی این سالها بهتون بگم، تجربیاتی که مطمئنم به کارتون میاد و شاید کمتر کسی بدونه و شاید کسی اصلا بهتون تا حالا نگفته باشه. این تجربیاتی هستش که من کسب کردم و دوست دارم که داخل شما بزنم تا به بهترین شکل ممکن کنکورتون رو بدید. پس اگه داوطلب کنکور هستید یا اطرافیانتون داوطلب کنکور هستن، دعوت میکنم که تا آخرین پست من همراه باشید. بزن بریم. درود به همگی، خوش اومدید به کانال مین ولاگ. خوشحالم که با یک ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. میدونم فضای ویدیو با ویدیوهای قبلی متفاوت هستش، ویدیو قبلی ولاگ و چالش و بازی و فیفا و اینا بودش، ولی خب وظیفه خودم دونستم با توجه به شرایط فعلی که داوطلبای کنکور میدونم، چون خودم تجربهش کردم، حداقل چند بار تجربه کردم، میدونم که فشار زیادی به لحاظ روانی روی دوششون هست. فقط خود کنکور نیستش که با بچه‌ها مواجه میشه، یعنی بچه‌ها به مسافه کنکور نباید برن، فقط فشار خانواده، اینکه مقایسهشون میکنن با دوست آشنا و فامیل، حواشی خود کنکور، اینکه آیا تاثیر معدل مثبت یا منفی، نمیدونم ترمیم معدل رو چیکار بکنیم، کنکور برگزار میشه نمیشه، چرا یهو دوبار برگزار شد، تقلبای کنکور، میدونم فشارهای زیادی روی خود بچه‌ها هستش. یه حداقل وظیفه من این هستش که به عنوان کسی که رتبه 3 رقمی کنکور کسب کرده، دانشگاه شریف قبول شده، رتبه 2 رقمی کنکور زبان کسب کرده یا کنکور ارشد رتبهش 2 رقم شده، حداقل تجربیاتی که کسب کردم رو بهتون بگم. مطمئنم که این تجربیات رو کسی بهتون نگفته، یعنی نمیخوان که بدونی و قطعا به کارتون میاد تا به بهترین شکل ممکن کنکورتون رو بدید. تا آخرین ویدیو همراه من باشید. میخوام مو به مو و قدم به قدم از روز قبل کنکور و خود روز کنکور پیش بریم، ببینیم که چه کارهایی باید انجام بدید و چه کارهایی نباید انجام بدید تا رتبه کنکورتون خوب بشه. بچه‌ها اولین قدم اینه که خب شما باید کارت آزمونتون رو پرینت بگیرید دیگه. در مورد خود کارت آزمون چند تا نکته بهتون بگم. ضمن اینکه خب شما وارد سایت که میشید کامل بهتون گفته چه شکلی هست. سایت سنجش وارد میشید، به 4 روش میتونید کارتتون رو پرینت بگیرید. حالا من فرض رو میگیرم الان که شما دارید این ویدیو رو میبینید هنوز کارتتون رو دریافت نکردید. فرقی نداره با هر روشی که برید میتونید کارتتون رو بگیرید. واسه کسی هستش که ممکنه شماره پرونده نداشته باشه، یه نفر ممکنه که سریال نداشته باشه. 4 تا روش هستش که با هر روش هم میتونید برید. قبل از اینکه کارت واسهتون به نمایش در بیاره، 3 تا بند هستش که شما چاره‌ای نداره، باید اونو تایید بکنید. اگه تایید نکنید اصلا گزینه ادامه واسهتون نمیادش. یکی اینه که میگه که بندهای آزمون رو میدونم و خوندم که باید تیکشو بزنید. نکته دومش این هستش که وسایل لازم که با سر جلسه ببرید و بهتون گفته که من مفصل در ادامه در مورد صحبت میکنم. بند آخرم اینه که خب تقلب نباید بکنید، شخصیت مجهول نباید وارد آزمون بشه، یعنی در واقع کسی دیگه جای شما وارد بشه و اینکه دیگه به قول معروف کار دیگه ای نباید بکنید که خلاف قانون باشه، حالا اینا تبانی و این حرفا که بازم مبرهنه که شما باید اینو تایید بکنید. اینا رو که تایید بکنید کارت آزمون شما میادش. از اینجا به بعد یه ذره مهمتر هستش قضیه که شماره داوطلبی شما، محل آزمون و این چیزا رو واسه شما نوشه. یه محل برش داره، از محل برش به بالا واسه شما مهم هستش. پایینش یه سری اطلاعات هست، معدل شما و این حرفا که مهم نیستش. اونو دارید ولی اصلا نیازی نیستش که سر جلسه آزمون برید. مهم اون قیچی خورده ها رو به بالا هستش. شما پرینت میگیرید اونو، حالا قیچی میکنید، میبرید، تکرار میکنید، جدا میکنید. و نکته بعدی که مهمه میخوام بهتون بگم، بچه‌ها اصلا مهم نیستش که این پرینتی که میگیرید رنگی باشه یا سیاه‌سفید باشه. حالا خود اون پرینته، یعنی در واقع فایلی که میگیرید رنگی هستش، اون عکس مهره و اینها، ولی اصلا نیازی نیستش شما کارت ورود به جلسه‌تون رو رنگی بگیرید، چون که مثلا حالا یه سری چیزاش رنگی هستش، همون سیاه‌سفید هم کفایت میکنه. نکته مهم بعدی که بهتون بگم اینه که بچه‌ها کارت ورود به جلسه آزمون رو پرس نکنید. حالا یه سری برای اینکه پاره نشه، نمیدونم له نشه، تا نشه و اینا میرن پرس میکنن، احتمالی بهتون گیر میدن. اینا حوزه با حوزه فرق داره، ولی میتونم بگم 90% حوزه ها بهتون میگن که اگرم پرس کردید این پرسه رو جدا بکنید. کار استرس بریه دیگه، حالا قیچی پیدا بکن، نمیدونم آی زمان باز کردنش بره، چون آخر سر موقع آزمون که تموم بشه از شما کارت ورود به جلسه ها رو میگیرن. برای همین استرس به خودتون ندید، همون کارت ورود به جلسه خالی که اون قسمت قیچی خورده به بالا هستش کفایت میکنه، رنگی و سیاه‌سفید بودنش مهم نیستش و همین اصلا پرس کردن و اینا هم مهم نیست. این بحثی بودش که در مورد خود کارت ورود به جلسه بود، آدرس هم بهتون گفته بودش. کارت رو پرینت میگیرید که الان هم میتونید بگیرید، از 4 روز قبل کنکور تا دیگه چهارشنبه شب شما میتونید کارت ورود به جلسه رو پرینت بگیرید، ولی خب زودتر بگیرید، بالاخره ایران هست، یادید اینترنت ها قطع شد، سایت بالا نیامد، سایت چروک شد، اینا نه اندازید روز آخر که استرس بکشید. حالا شما کارت ورود به جلسه رو پرینت گرفتید، نمیدونم الان که دارید این ویدیو رو میبینید اصلا چند روز مونده به کنکور، بعد کنکور میبینید، چون دیگه بالاخره پستی که منتشر میشه ممکنه یه نفر دو سال دیگه حتی ببینه، ولی فرض برای میگیریم که الان روزهای باقی مونده تا کنکور هستش. بچه‌ها این روزها خیلی مهم هستش، میدونم استرسی که بچه‌ها میکشن مهمترین چیز هستش و اصلا علتی که ویدیو رو دارم واسهتون میگیرم بحث روانی ماجرا هستش. بحث روانی توی کنکور از هر چیزی مهمتر هستش. چرا میگم مهمتره؟ چون فرض کنید اصلا شما رتبه یک کنکورید، فول همه تستای آزمایشی رو 100 زدید، نمیدونم همش رتبه یک شدید، ولی اگر که به لحاظ روانی آماده نباشید، اون روز حال خوبی نداشته باشید، سردرد داشته باشید، استرس داشته باشید، نمیدونم افسرده باشید، هر اتفاقی، اگر که رتبه یک هم باشید، وقتی تمرکز نتونید بکنید به خاطر حال بدتون، نمیتونید تستا رو درست حسابی بزنید، نمیتونید مدیریت زمان بکنید، در نتیجه کنکورتون خراب میشه. بحث روانی از هر چیزی توی کنکور مهمتر هستش. یه نفر اگه درسش خوب باشه ولی به لحاظ روحی روانی آماده نباشه، رتبهش قطعاً خراب میشه. برای همین بیشتر میخوام به لحاظ روانی و اینکه چه کارهایی باید انجام بدید تا موفق بشید صحبت بکنم.
نکته که ازش اینه که چند روز قبل کنکور استرس درس رو نداشته باشید. حالا امسال خیلی کنکور متفاوتی ازش نسبت به کنکورهای قبلی. اصلا برای همین دوست داشتم که این ویدیو رو بگیرم. یعنی حداقل وظیفه خودم میدونستم که یک ویدیو بگیرم. حالا این اتفاقات اخیری که تو کشورمون رخ داده قطعاً رو همه تاثیر گذاشته. مگه میشه یه نفر تو اینجا زندگی بکنه و حالش خوب باشه الان تو این شرایط فعلی؟ یعنی نمیتونیم بی تفاوت باشیم. ولی حداقل واسه چند روزم که شده بعد دغدغه‌هامون رو کنار بذاریم و فقط به کنکور فکر کنیم. چیزی که ما 12 سال درست یا غلط خیلی اشتباه هستش که توی یک نظام آموزشی فقط کنکور باشه که ملاک باشه، طرف 12 سال درس خونده باشه و نتیجهش توی یه آزمون حالا الان شده دو آزمون مشخص بشه. ولی حداقل هر دغدغه‌ای دارید واسه این آزمون بذارید کنار، خصوصا که این دوره و امسال کنکور متفاوت‌تر از کنکورهای قبلی هستش. اولین باره که داره دوباره تو سال برگزار میشه، اولین باری هستش که درس عمومی توش نیست. همه چی متفاوت شده، تاثیر سابقه تحصیلی، بحث ترمیم معدل، تقلب‌هایی که توی کنکور میشه. میگم برای بچه‌های کنکوری فقط با خود کنکور دست و پنجه گرم و نرم نمی‌کنم، یعنی با حواشی کنکور، تقلب‌هایی که میشه با همه اینها دارن می‌جنگن. برای همین شما به لحاظ روانی آماده باشید. چند روز قبل کنکور، حالا چه دی چه تیر، اینو واسه کنکور بعدی هم دارم بهتون میگم، به لحاظ روحی روانی آماده بشید واسه دیگه خودتون رو درگیر درس نکنید. هر اتفاقی می‌خواد بیفته تو این چند ماهی که بعد می‌خوندید رخ بده. شما توی دو روز هیچ اتفاقی، هیچ معجزه‌ای نمی‌تونید انجام بدید. اگر می‌تونید انجام بدید توی ماه‌های قبلی می‌تونید بکنید. این چند روز قبل کنکور، به خصوص دو سه روز قبل کنکور رو ریلکس بکنید، به کنکور فکر نکنید. نه که دایور شو دایور باشید، اصلا از درس جدا شده باشید، تو فاز درس بمونید، ولی دیگه درس رو نخونید، تست جدید نزنید، مغزتون رو درگیر استرس کنکور نکنید. دو سه روز آخر کاملا ریلکس باشید، استراحت بکنید و به حواشی هم نپرید. حالا دیگه الان رسیدیم به روز و شب کنکور، یعنی روز قبل از موعد. روز واقعا میتونم بگم سنگینی هستش. حالا الان درست هستش که قراره که با هم دیگه انرژی مثبت داشته باشیم، نکات مثبت رو بگیم، ولی نمیتونم شعار بدم بگم آره بابا کنکور فدای سرتون. اصلا نمیشه. ما این تو مملکتی زندگی میکنیم که درست یا غلط همه چی شده کنکور. خانواده ها همه چیشون رو کنکور متمرکز شده، یعنی اصلا موفقیت بچه‌شون رو روی کنکور می‌بینن متأسفانه. یعنی اگه بچه‌شون تو هزار تا چیز استعداد داشته باشه رتبه‌شون بد بشه، ممکنه که اذیت بکنن. این فشارهای خانواده و اینها زیاد هستش. روز قبل کنکور بچه‌ها سعی کنید سمت گوشی اینستاگرام هیچ جا نرید. اگرم که می‌خواید برید، چهار تا مطلبی که مفید هستش کمکتون می‌کنه رو ببینید. نرید پیج‌های حواشی، نرید مثلا پیج‌هایی که خبرهای منفی داره منتشر می‌کنه رو ببینید که فکرتون درگیر چیز بشه. روز کنکور تا جایی که می‌تونید سمت تلویزیون نرید، تا جایی که می‌تونید سمت تلفن همراه نرید. اگرم میرید حالا مثلا موسیقی چیزی گوش بکنید، اونم موسیقی‌هایی که ریلکستون بکنه، نه موسیقی‌های دارک و غمگین که بعد حالتون رو خراب بکنه. و سعی کنید روز و شب کنکور با کسی صحبت نکنید، به خصوص آدمایی که احساس میکنید انرژی منفی میدن، ممکنه که مثلا طعنه بزنن یا بخوان منفی بافی بکنن و تو ذوقتون بزنن. پس روز کنکور و شب کنکور تلویزیون ممنوع، گوشی ممنوع و صحبت با آدمایی که منفی هستن ممنوع. مثلا تلفنی با دوست داشتن حرف نزنید. یعنی همه ماشاءالله دم کنکور که میشه مشاور تحصیلی میشن، دخترخاله و پسرخاله گرفته تا دیگه شوهر عمه، همه میخوان بهت راهنمایی کنن. حالا از روی خیرخواهی یا هر چی هستش میخوان راهنمایی کنن و اطلاعات غلط میدن. پس صحبت کردن با دیگران هم بذارید کنار. حالا بحث مهم بعدی اینه که شب کنکور چی بخوریم چی نخوریم. بچه‌ها اول که شب کنکور سعی کنید غذای سنگین نخورید، چون بالاخره معده شما درگیر حذف کردن غذا میشه. خب تمام انرژی و قوای بدن شما صرف حذف کردن غذا میره و از طرفی وقتی معده‌تون سنگین باشه خواب راحت و آرومی ندارید. اینو داخل پرانتز بگم، چه بخواید چه نخواید ممکنه که شما شب کنکور نتونید بخوابید. حالا در ادامه در موردش صحبت میکنم، ولی شب کنکور سعی کنید که غذاهای سبک بخورید و از طرفی یه سری چیزا میگم حتما روز کنکور و شب کنکور نخورید. مواد غذایی که سرد هستن، به لحاظ دمایی منظورم نیست، به لحاظ تب و مزاج اون غذا هستش. مثلا شب کنکور مرغ نخورید، ماهی نخورید، تخم مرغ نخورید، نمیدونم نوشابه و اینا اصلا نخورید، چون کافئین میره بالا و اینا شب کنکور اذیت میشید. لواشک و ترشیجات و پنیر رو اینا نخورید. نمیخوام بحثو علمی بکنم در مورد حالا طب سنتی و مزاج و اینا صحبت بکنم، ولی خوردن مواد مغذی سرد که حالا گفتم تبشون رو مثل ماهی و اینها، اولا که باعث میشه که تو بدن شما بلغم ترشح بشه که این بلغم اذیت میکنه معده شما، غذا به درستی هضم نمیشه توش، یعنی وقت زیادی صرف هضم شدن غذا میشه. و از طرفی خوردن غذاهای سرد حالا به مدت زیاد بیشتر تاثیر میذاره، ولی حتی اگه یک بارم باشه بازدهی و کارکرد مغز رو تا حدی میتونه بیاره پایین. پس شب کنکور و روز کنکور چیزهای سردی و ترش اصلا نخورید. در مورد اینکه چی بخورید، سعی کنید نون و عسل بخورید یا گردو بخورید. این خیلی کمکتون میکنه بابت اینکه کارکرد مغزتون بالا بره و گردش خون توی بدنتون زیاد بشه و خون رسانی به مغزتون بیشتر بشه. پس سعی کنید شب کنکور علاوه بر اینکه مواد غذایی سبک میخورید، مواد غذایی گرم بخورید، مواد غذایی که تبشون گرم هستش. و اگر حالا میخواهید گوشت بخورید، گوشت گوسفند باشه که تبش گرم هستش، نه گوشت مرغ و ماهی و گوسفند. دیگه هستش. حالا دیگه میرسیم به موقع خواب و خوابیدن شب کنکور. شاید الان درستش این باشه که بیام شعار بدم بچه‌ها بخوابید، کنکور چیز مهمی نیستش. میگم این باورت غلط هستش، اصلا نباید اینطوری باشه که همه چیز یک آدم به کنکور خلاصه بشه و بگیم وای اگه کنکور قبول نشم بیچاره شدم اینا. ولی دیگه جا افتاده متاسفانه که ان شاءالله به زودی هم این تفکر عوض بشه. ولی خب بعد با قبول بکنیم دیگه، شما 12 سال درس خوندی و همه چیز شده کنکور. حالا کسی که تجربه هستش شاید بیشتر باشه، چون تجربه رشته سنگین‌تر و سخت‌تری هستش. بالاخره ریاضی شما رتبه‌ت هم خوبم نشه بالاخره میتونه قبول بشه، ولی تجربه شاید رتبه‌ت خیلی خوب بشه تا بخوای اونجا که می‌خوای قبول بشی. برای همین شما، نمیگم از روی استرس، اون کسی که درسش بده یعنی اصلا آماده نیست واسه کنکور استرس خاصی نداره واسه کنکور، میدونه که خیلی نخونده،
ولی به هر حال نمیگم روی استرس، از روی هیجان، از روی تصوراتی که نسبت به آزمونی که تا حالا ندادی هم که شده، شب شاید نتونی به خاطر ترشح آدرنالین توی بدن درست حسابی بخوابی. میگم از روی استرس نیست، کسی که خوب خونده و مسلط ازش اصلا استرسی نداره، میره و تستاشو میزنه و قبول میشه. ولی این تصویر سازی ذهنیتی که توی ذهنت داری، به روز آزمون رو تصور میکنی تو ذهنت که من میرسم نمیرسم، دیر میشه دیر نمیشه، یا اصلا در اون چیزا هم فکر نکنیم، اینکه آیا کنکور خوب میشه نمیشه، و در واقع موفقیت و آینده اون آدم توی همین یه آزمونه داره خلاصه میشه دیگه. طرف این همه چی فکر میکنه تو موقعی که میخواد بخوابه، این دراز کشیدی داری به آینده فکر میکنی، اینکه اگه من رتبه خوب بشه چیکار باید بکنم، اگه رتبه خوب نشه چیکار باید بکنم. این فکر کردن، تصور کردن به هیجانی که داری دقیقاً مثل هیجان شب اردو هستش. شما استرس نداری موقعی که میخوای بری اردو، ولی شب سفر، شب اردو خوابت نمیبره، ذوق سفر رو داری، تصور میکنی سفر رو، هیجان سفر داری. نمیتونم بگم خوبه، نمیتونم بگم بد هستش، به خاطر ترشح آدرنالین تو بدن شما شب نمیتونی شب بخوابی. اگر میخوای بخوابی مثلا شب 3 صبح 4 صبح بخوابی، سعی کنید که شب ساعت 11 12 شب بخوابید دیگه، نهایتا 12 شب که صبح بتونید 5 6 صبح قشنگ پاشید و فرش و سرحال با مغز تازه و تازه بیدار شده قشنگ برید به استقبال کنکور. ولی اگرم نشود، نرید قرص خواب بخورید بگید بخوابم که صبح بتونم پاشم، نرید نمیدونم خودتون رو با خودتون کلنجار برید، نمیدونم خودتون رو هی سرزنش بکنید با چرا خواب نمیبره، استرس بگیرید بگید وای الان خوابم نمیبره صبح نمیتونم پاشم و اینا. این به خاطر آدرنالین هستش که تو بدنتون داره ترشح میشه، هیچ اتفاق بدی نیستش، نگران اصلا نباشید که بگید خواب نمیبره. اگر که خوابتون میبره که چقدر عالی، گوشیو بذارید کنار، اصلا سعی کنید که حداقل یک ساعت قبل خوابم سمت گوشی نرید، مغز ریلکس بکنه، بخوابید. اگر خوابتون نبرد و نمیتونستید واقعا بخوابید، سمت قرص اصلا نرید، هیچ قرصی، چه ملاتونین چه قرص خواب آور چه هرچی دیگه، تنظیم خواب شب کنکور بذارید کنار بالا غیرتا، و خودتون سرزنش نکنید که بگید وای چه خوابی نبره، وای بیچاره شدم خواب نمونم و اینا. به خاطر ترشح آدرنالین، به خاطر هیجانی هستش که شب کنکور دارید، و مطمئن باشید روز کنکور خوابم نمیمونید، خسته نمیشید، حتی زودتر از ساعت کنکور هم خواب بیدار میشید و زودتر از اینکه ساعت زنگ بخوره قطعش میکنید. میگم به خاطر همون ترشح آدرنالین هست، ترشح که بشه آدرنالین شما بیدار میمونید و مغزت هم مطمئن باش کار میکنه سر جلسه کنکور. بعدی که میخوام بهتون بگم اینه که برای کنکور چه مواد غذایی بخرید چه مواد غذایی نخرید. خب بچه‌ها ما دو نوع مواد قندی داریم. خب قطعا میدونید که روز کنکور نباید لواشک و اینا بخورید، بعد مواد شیرین بخورید که قندتون نسبتاً بره بالا، گردش خون توی مغز بیشتر بشه و بتونید از مغزتون بهترین شکل ممکن استفاده بکنید. ما دو نوع مواد قندی داریم، مواد قندی ساده، مواد قندی پیچیده. مواد قندی ساده مثل سیب، خرما اینا هستش، مواد قندی پیچیده همون شکلات و کاکائو اینا هستش. تا جایی که میتونید از مواد قندی ساده مثل سیب و نمیدونم خرما و مغز استفاده بکنید. چرا؟ مواد قندی پیچیده ناگهان قند شما رو میبره بالا و ناگهان قند شما رو میاره پایین، یعنی مثل مسکن عمل میکنه. بیشتر واسه کسایی هستش که یه افت فشار دارن، یه شکلات میخورن قند سری میره بالا. نکته بعدی که مواد قندی پیچیده داره اینه که ادرار شما رو بیشتر میکنه، ممکنه سر جلسه کنکور هی بخواید به دستشویی برگردید، ولی مواد قندی ساده مثل سیب، مثل خرما، مثل پسته و اینا آروم آروم قند شما رو میبره بالا، آروم آروم هم قندتون میاد پایین. پس تا جایی که میتونید از پسته و اینا استفاده کنید. ولی اگر که استرس دارید، خب میدونید دیگه شکلات و کاکائو اینها استرس شما رو کم میکنه، حتما کاری بکنید که استرستون رو کم بکنه. اینا یه چیزی هستش که نمیشه نسخه بپیچه واسه همه. یه نفر ممکنه مثلا با آیت الکرسی آروم بشه، یه نفر با خوردن آدامس آروم بشه، یه نفر آهنگ گوش بده آروم بشه. یعنی چیزی هستش که مختص به یه نفر نیستش که بگیم این کارو بکنید حتما جواب میده. واسه هر کس متفاوته، یکی با خوندن قرآن آروم میشه، یکی آهنگ گوش بده، ولی کاری بکنید که استرستون رو کم بکنه و ریلکستون بکنه دیگه، این بسته به خود شما ده، ولی حتما کاری بکنید که استرستون رو کم بکنه. در مورد اینکه با خودتون سر جلسه کنکور چی ببرید که بهتون گفتم، بچا پیکنیک نمیخواید برید امسال که کنکور کاملا متفاوت هستش، چون دروس عمومی حذف شده، زمان کنکور دیگه مثل گذشته نیست 400 خورده‌ای باشه، زمان کنکور کمتر هستش. قرارم نیست که شما برید پیکنیک یا نمیدونم اونجا برید بمونید برنگردید. سعی کنید چیزایی با خودتون ببرید که اذیتتون نکنه، دست و پاگیر نباشه و راحت بتونید بازش بکنید بخورید و تموم بشه. نمیدونم، من دیدم یه سری خوشون ژله میبرن و نمیدونم خوراکی اینا، یه چیزایی که کثافت کاری نداشته باشه یا دستتون چسبناک بشه، نمیدونم کثیف کاری داشته باشه بخواید بنویسید کاغذتون کر کثیف بشه، یه چیزی ببرید که سریع بتونید بخورید، چون زمان بالاخره کم هستش، وقت کم نیارید، باز وسته کردنش راحت بشه و از طرفی هم کثیف کاری و دست و پاگیری هم نداشته باشه. و یه نکته هم که هستش، چون دیدم توی سری از حوزه ها نیاز هستش که بگم، بسته به حوزه داره، یه سری حوزه ها هستش که نمیذارن شما خودتون مواد خوراکی ببرید، اشتباهه، باید بذارن، چون حق دانش آموز و دافتر کنکور هستش که ببره به خودش، ولی یه سری جاها نمیذارن، یه سری جاها میذارن. این دیگه واقعا شانسی هستش، نمیتونم بگم ببرید میذارن یا بگم نبرید نمیذارن، این دیگه به عهده خود شما هستش. حالا سوال بعدی این که روز کنکور و سر جلسه کنکور با خودم چی ببرم. حالا من میخوام وسایلم آماده بکنم، شب کنکور هستش و میخوام دیگه فردا با خودم یه سری چیزا ببرم. حتما بچه‌ها دو تا مداد داشته باشه حداقل، یکیش اگه یه وقت نمیدونم اتفاق دیگه، اگه یکیش افتاد شکست نمیدونم گم شده، یه دیگه داشته باشید. اگه که مداد تستنی داشته باشه، مدادای مخصوص تستنی فکر کنم گاج داره، من واسه کنکور خودم یه دونه داشتم گاج بودش، خیلی مدادای خوبی بودش، چون یه ذره قطورتر هستش، اون یه خط بکشی کامل پر میکنه. ولی اگر که حالا دسترسی بهش ندارید، نداریدش الان، همون مدادهای معمولی خوبه، فقط مدادهای بگید که دیگه خیلی نرم هستش، نزنید کاغذ جر بدید. پاکونتون رو خودتون ببرید، اگر که مداد استفاده میکنید تراش، مداد نوکی هم که میبرید نوک ببرید، و همین. این در مورد نوش ابزارها. در مورد که دیگه چی با خودتون ببرید، یه دونه کارت بود به جلسه که حتما باید با خودتون ببرید، یه سنجاق هم با خودتون ببرید که الساق بکنید به سینه‌تون. یه ذره اولش دست و پاگیره، بالاخره یه چیز انقدری هست، انگار بنر تبلیغاتی رو دوشتون هستش، ولی بعدش که رسیدی سجل سازمون میتونید برش دارید، بعدش که باید تحویل بدید، ولی اولش باید حتما روی سینه‌تون بزنید.
کارت ورود به جلسه رو. میگن بسته به حوزه داره، یه سری حوزه ها هستش خیلی سختی هستن و میگن که بعد به سینه‌تون باشه تا بزنین برید تو، یه سری میگن نه دستتون باشه، اینا همش بسته به حوزه شما داره، اینکه حوزه‌تون گیر نباشه یا بچانس باشید که حوزه‌تون گیر بده بهتون. بعد بهتون هم که گفتن کارت ورود به جلسه‌تون هم پرست نکنید، سیاه‌سفیدم اوکی هستش. نکته بعدی که بعد به خودتون ببرید دستمال کاغذی هستش بچه‌ها. بالاخره شما سر جلسه کنکور هستید، ممکنه به خاطر استرس یا میزان حالا ترشح عرق و اینها دستتون خیس بشه، میداد سور بخوره یا برگه به هر حال خیس بشه، اینا دستمال کاغذی حتما با خودتون ببرید تا ازش استفاده بکنید. و نکته بعدی که بعد حتما حتما همراه خودتون باشه یه کارت شناسایی هستش، حالا میخواد شناسنامه باشه، میخواد کارت ملی باشه، میخواد پاسپورت باشه، هر چی. مهم اینه که یه کارت شناسایی معتبر واسه خودتون داشته باشید، جهت احراز هویت هستش. قرار نیستش که کارت شناساییتون ازتون بگیرن پس ندن. میرید مسئول برگزاری کنکور میاد دونه دونه چک میکنه، تطبیق میده که شما خودتون هستید، شخص دیگه نیومده و همون شد تحویل میده و میره. حالا اگر که کارت ملیتون هنوز نیومده یا نمیدونم شناسنامه ندید، هر کدوم که داشتید ببرید اوکی هستش، فقط برای این هستش که تطبیق بده که آیا شما خودتون هستید یا نه و شخص دیگه نیومده باشه سر جلسه، برای احراز هویت هستش. در مورد وسایلی که باید خودمون ببریم، آب معدنی هم بچه‌ها ببرید با خودتون. حالا الان انقدر هوا سرده دیگه بگم آب سرد به خودتون ببرید فکر کنم اذیت میشید، چون این اولین باری هستش که کنکور داره دی ماه برگزار میشه، یه ذره قضیه متفاوت هستش. معمولا میگفتیم آب سرد ببرید چون استرس کمتر میشه با اینها، ولی آب حتما به خودتون ببرید، هم استرستون رو کمتر میکنه، هم دهنتون خوش میشه، اذیت نشید، هم بالاخره یه جاهای دیگه دیدید آب بدن کم میشه، کار کرده مغزم میاد پایین، آب داشته باشید که بتونید بخورید، مغزتون یه ذره سرحال بشه. آب معدنی حتما به خودتون ببرید. البته که حوزه های کنکور ازتون پذیرایی میکنن، ولی میگم بسته به حوزه کنکور داره. یه حوزه کنکور میاد بهتون آب میوه و کیک میده، یه حوزه کنکور میاد فقط بهتون کیک میده، یه حوزه کنکور میاد بهتون فقط آب معدنی میده، یه حوزه کنکور میاد آب معدنی و کیک میده، ولی با خودتون ببرید ضرر نمیکنید. اینم بسته به حوزه کنکور شما داره که ازتون پذیرایی میکنه یا نه، ولی باید حداقل بکنه. یه آب معدنی دیگه بهتون بده، آب معدنی دیگه چقدر قیمتش، ولی با خودتون ببرید شما. نکته دیگه که با خودتون ببرید ساعت هستش، ولی ساعت معمولی، ساعتی که عقربه ای باشه، نه ساعت هوشمند و اینها. برای میگن عقربه چون این شک و شبهه که ممکنه مثلا ساعتتون هوشمند باشه رو کم میکنه. استرس ندید به خودتون، یه جایی میبینید بهتون الکی گیر میدن میگن این ساعت چرا مثلا شبیه دیجیتال نه ساعت هوشمند و اینا، یه ساعت عقربه ببرید راحت، خودتون رو اذیت نکنید تا جایی که میتونید استرس و فشار رو کم بکنید، کسی بهتون گیر نده. یه دون ساعت هم پس با خودتون حتما حتما ببرید. و در مورد اینکه آیا حالا لوازم هوشمند و اینا چی با خودمون ببریم، خود سازمان سنجش تاکید کرده چند بار که گوشی تلفن، ساعت هوشمند، هندزفری، نمیدونم هر چیزی که مربوط به تکنولوژی میشه با خودتون نبرید. ولی خب بالاخره یه اصلا خب گوشی تلفن نیازشون هستش، ممکنه حوزه کنکورشون دور باشه، نیاز داشته باشن که خانواده‌شون بیان دنبالشون یا بخوان اسنپی چیزی بگیرن. بازم بسته به حوزه کنکور داره. اینا رو دارم میگم که مدیونتون نشن فرار نید بگید که تو که گفتی اینطوری هستش و اینا. بسته به حوزه کنکور داره. یه حوزه کنکور صندوق امانات داره که شما گوشیتون، کیفتون، هر چیزی هستش رو بهشون میدید، بهتون یه دونه حالا قبضی چیزی میدن و بعد کنکور پس میگیرید، هیچ اتفاقی نمیفته، نترسید، گم نمیشه. ولی تا جایی که میتونید وسایل قیمتی به خودتون نبرید، یا آیفون 14 یا آیفون 13 نبرید بگید که گم شده نه فلان شده، یه گوشی معمولی به خودتون ببرید کافیه. ولی یه سری حوزه کنکور هستن که صندوق امانات نداره، این بسته به حوزه کنکور هستش، چون جا با جا فرق داره. ما فقط تهران هستش که محل برگزاری آزمون هستش، ممکنه یه منطقه باشه خیلی دور که توی مدرسه داریم آزمون میدید صندوق امانات نداره. اینا همش بسته به این داره که شما کجا میخواهید آزمون بدید. ولی اگر که میتونید نبرید خیلی بهتره، استرسش کمتره که حالا آی الان کسی هست بهش تحویل بدم بهم گیر ندن اینا. ولی اگه حتما با ببرید، یا صندوق امانات داره که بهشون تحویل میدید بعدا پس میگیرید، یا اینکه بهشون میگید حالا به مراقبی به یه مسئولی تحویل میدید و بعد آزمون ازش میگیرید. ولی اگر نبرید خیلی بهتره، استرستون کمتر میشه. ولی اگه مجبور هستید دیگه این دوتا راهکار پیش روی شما هستش. حالا میرسیم به روز کنکور. اگه تجربی هستید پنجشنبه 29 دی و اگر که ریاضی انسانی هستید 30 دی شما آزمون دارید ساعت 8 صبح. کی بیدار شیم که خودمون رو برسونیم. یه نکته خیلی مهم که الان یادم افتاد، چون من کاملا بداهه تجربه‌ام دارم بهتون میگم. بچه‌ها سعی کنید کارت ورود به جلساتونو که گرفتید و مشخص شدش که حوزه کنکورتون کجا هستش، یه روز قبل، دو روز قبل، حالا هر چند روز قبل از کنکور حتما حتما برید محل برگزاری کنکورتون رو ببینید. حالا یه سری حوزه‌های کنکور مثل دانشگاه‌ها، مثل دانشگاه شریف، مثل دانشگاه تهران یا دانشگاه‌های معروف، حوزه‌اش مشخصه، جاشو شما میدونید کجاست، یه حداقل اسمشو چندین چند بار شنیدید و میدونید که کجا هستش. رفت و آمده واسهتون مشکلی نیست و میدونید که چه شکلی باید برید، چه شکلی نباید برید. ولی یه سری جاها هست، یه سری حوزه ها هستش، خب اصلا معلوم نیست کجاست، اسمشون نشنیدید، نمیدونید کجا هستش، آدرس واسهتون زده دیگه. سعی کنید حتما یکی دو روز قبل از برگزاری کنکور، به خصوص الان که هوا سرد برف اومده و اینا، یک بار از دم خونتون برید محل برگزاری کنکور رو ببینید، ببینید که کجا هسته، چه شکلی باید برید، از چه مسیری برید بهتره، چقدر طول میکشه برسید. اینا خیلی کمک میکنه که شما روز کنکور استرس کمتر بشه. بازم میگم مهمترین بحث توی کنکور بحث روانی هست. شما هر چقدر استرس ها و هواشی رو کمتر بکنی، خیلی راحت میتونی بری سر جلسه کنکور و حداقل اینکه دغدغه ذهنی نداری که آی دیرم نشه، آی نمیدونم برف اومد، آی حوزه رو گم کردم و اینها. پس قبل کنکور حوزه‌تون رو پیدا بکنید و ببینید که چقدر زمان هستش و چه شکلی برید بهتر هستش و مسیریابی بکنید. به خصوص الان که میگم هوا انقدر سرد هستش و الان که من دارم این ویدیو رو میگیرم برف اومده تا کمر و خب ممکنه که سرد بشه هوا. الان مثل کنکور تیر نیستش که راحت بتونید برید و برگردید، ممکنه اگر اسنپی وسیله چیزی بخواید بگیرید سخت گیر بیاد، راننده قبول نکنه. اگر هم که با خانواده بخواید برید بالاخره معلوم نیست، یه نفر ممکنه یه جای سردسیر باشه، برف اومده باشه شدید مثل مشهد و تبریز و اینا، یه سری جا هم نه بالاخره جاده خیلی سخت، خیابونا لغزنده هستش. اینه که حتما اینا هم در نظر داشته باشید.
سعی کنه خود سنجش گفته یک ساعت قبل از کنکور تو محل برگزاری کنکور حضور داشته باشید. اگر که یک ساعت قبل کنکور باشید که خیلی عالیه، خیالتون راحته، چند نفر رو میبینید، یه احساس آرامش بدم که، ولی با بچه‌ها سعی کنید حرف نزنید چون استرستون بیشتر میشه. تجربه نشون داده که آدم‌ها وقتی با هم یه حرف میزنن به جای اینکه آروم بشن بیشتر استرس میگیرن. مثلا یه فلانی میگه این تست چی میشد، بعد یه میگه من چرا بلد نیستم، یا مثلا یکی میگه که اینجا رو خوندی، بعد میگه که اینجا مگه اومده بودش و اینا، اصلا اصلا شاید اونجا حذف شده باشه، ولی بیخودی استرس میگیری. سعی کن که حرف نزنید به کسی. و اگه یه ساعت زودتر از کنکور برسید سر جلسه آزمون خیلی عالیه، اگرم یک ساعت زودتر نمیتونید برسید دیگه حداقل 45 دقیقه زودتر برسید. یه روزه، اصلا شما یه روز یک ساعت زودتر جای برسی راه دوری نمیره، آیندته اتفاق بدی نمیفته اگه یک بار یک جایی زودتر برسید، یک ساعت 45 دقیقه زودتر برسید. حالا شما رسیدید به محل برگزاریتون، وارد شدی، کارت نشون دادی، کارت میزنید به سینه‌تون، سعی کنید با کسی حرف نزنید به خاطر دلایلی که بهتون گفتم. نکته که هستش، حالا شماره کارت ورود به جلسه آزمونتون فقط شماره داوطلبیتون رو زده، نزده که شماره صندلیتون کجا هستش، نزده که کجا باید بشین، کدوم ردیف، کدوم ساختمون، کدوم کلاس، هیچ کدومو نزده. اینا چه شکلی باید بفهمید؟ وقتی که میرسید سر جلسه آزمون یک دیواری هست، یک بنری، بیلبورد، چیزی هست که رو اون شماره نمیشه، مثلا از شماره فلان تا شماره فلان فلان ساختمون، از شماره فلان تا شماره فلان فلان کلاس، فلان ردیف، حالا نمیدونم سالن کجا قرار برگزار بشه، اونجا پیدا میکنید. بعدش یه کم کم داوطلبا میتونن وارد بشن. راهنما و کسایی که کمکتون میکنن زیاد هستش. من اینا دارم میگم که استرستون کاملا کم بشه و بدونید که چه اتفاقی میفته. وارد جلسه آزمونتون میشید و دیگه تا اینجاش همه چی حله. شما نشستی سر جاتون و اطلاعاتتون که روی پاسخنامه‌تون هستش رو هم حتما حتما چک بکنید. مشخصاتتون، نامتون، نام خانوادگیتون و همینا چک کنید. خیلی احتمالش کمه که اشتباه باشه. من تا الان یادم حداقل چند تا کنکور که من دادم مشکل نداشته، ولی حداقل چک بکنید که خیالتون راحت بشه. امسال کنکور با سال‌های گذشته متفاوت هستش. حداقل تفاوتش تعداد دفترچه‌ها و حداقل تعداد دروسی که تو هر دفترچه هستش که حالا با هم دیگه دمونی صحبت می‌کنیم که هر آزمونی چه دفترچه، چند تا دفترچه داره و چه دروسی تو هر دفترچه هستش. وقتی که مراقب میاد، بچه‌ها آینم بهتون میگم پایین پاسخنامه‌تون یه جایی برای محل امضا و اینا هستش، مشخصاتتون رو حتما بنویسید، امضا بکنید. این خیلی مهمه. شما اولا که یک برگه مراقب واسهتون میاره که شما حتما اونو امضا بکنید، دوم که پایین پاسخنامه‌تون حتما باید امضا بکنید. اگر این دوتا رو امضا نکنید به منزله غیبت در امتحان هست، یعنی اگه شما رتبه یک هم بشید ولی این دوتا رو امضا نکرده باشید ممکنه که هر چی که کاشتید پنبه بشه. بس حواستون به این باشه، هر چی رشته کردید پنبه بشه، حواستون به اینم باشه که امضا کرده باشید. این حکم تایید این هستش که شما توی سر جلسه آزمون حضور داشتید. پس امضا هم که بهتون گفتن، یکی پایین پاسخنامه، یکی هم خود مراقب یه لیستی میاره که با لیستتون امضا بکنید، کارت ملیتون هم که بهتون گفتن چک میکنید، چک میکنن ازتون و اینها. و نکته بعدی که هستش، دفترچه رو میارن میذارن حالا کنار صندلیتون و آزمون که شروع بشه یه پلمپی داره، شما پلمپو پاره میکنید و چند تا دفترچه هستش، حالا بسته به رشته داره، یه رشته ممکنه یه دفترچه داشته باشه مثل زبان، یه رشته ممکنه که چند تا دفترچه داشته باشه. حتما حتما کدی که روی پاسخنامه و کدی که روی دفترچه سوال هستش رو با هم دیگه چک بکنید. یکی باشه مثلا نوشته 111D روی دفترچه سوال، روی پاسخنامه نوشته باشه 111D. این چون به خاطر این هستش که سوالا با هم دیگه متفاوت هستش، مثلا سوالی که شما ممکنه سوال 3 طرف باشه یا گزینه که شما گزینه 4 طرف باشه، حتما چک بکنید. بازم میگم احتمالش خیلی کمه که مغایرت داشته باشه، من تا حالا یادم نمیاد چه اتفاقی افتاده باشه، ولی شما چک بکنید که این حروف و این اعداد پاسخنامه و دفترچه سوال یه شکل باشه. پس اینم بحث این. اما دیگه هر رشته چند تا دفترچه داره و چند تا سوالم هستش اونم صحبت بکنیم. من اینا رو یادش کردم که یه وقت اشتباه نگفته باشم. تجربی 3 تا دفترچه داره. دفترچه اولش فقط زیست شناسیه که 45 تا سواله، دفترچه دومش فیزیک و شیمی هستش، دفترچه سومش هم ریاضی و زمین شناسی هستش. یعنی شما 3 تا دفترچه دارید. بهتونم میگم به چه شکل هستش. انسانیا 2 تا دفترچه دارن، ولی دفترچه اولشون ریاضی و ادبیات تخصصی علوم اجتماعی و روانشناسی هستش، دفترچه دومشون عربی و تاریخ و جغرافی و فلسفه منطق و اقتصاد. عمومیان که گفتم هست شده. ریاضی هم دو تا دفترچه داره. دفترچه اولش ریاضیه، دفترچه دومش هم فیزیک و شیمی هستش. مدت زمان آزمون هم به خاطر اینکه خود دفترچه عمومی نیستش کمتر شده دیگه. اینم کاملا مشخص هستش. دفترچه اولو میگیرید، بر اساس اون درسی که بهتون گفتم شما شروع می‌کنید پر کردن. زمانش هم که واسهتون نوشه. قبلا که عمومی بودش ممکن بودش که بچه‌ها سر دروس عمومی وقت کم بیارن، ولی واسه دروس تخصصی خیلی احتمالش کمه کسی وقت کم بیاره، مگر اینکه دیگه واسه رتبه 1 رفته باشه واقعا و بتره کنه. ولی سر عمومی هم ممکن بودش که کسی وقت کم بیاره، بالاخره تعداد سوالا و زمان اینا یه ذره همخونی نداشتش، ولی سر تخصصی ها وقت کم نمیارید. دفترچه اولی که پر کردید زمان که تمام بشه دفترچه رو ازتون میگیرن، دفترچه جدید بهتون میدن، بازم پلمپو باز میکنید، چک میکنید مغایرت داره یا نداره، شروع میکنید و تست زدن تا دیگه تمام بشه و اینها. بچه اینکه چه شکلی تست بزنید، خواهشان جوگیر نشید، تنها چیزی که میتونم بگم همینه. خیلی ها دیدم برای اینکه مثلا یهو نگاه میکنم اینه بغلی من همه رو داره میزنه، تو کجا میدونی بغلی داره درست میزنه یا غلط؟ یهو میام میگه چرا همه دارن میزنن پس من بلد نیستم، شروع میکنید همه رو میزنید، میگه این به قیافه جوابه میخوره که این باشه، به قیافه این گزینه میخوره این باشه، یا یعنی نمیدونم حسم میگه این باشه. بچه اینطوری نزنید، 5 تا سوالو درست بزنید خیلی بهتر از اینه که یهو مثلا 15 تا سوال بزنید 5 تاش درست بشه 10 تاش غلط. پس سعی کنید که اونایی که بلدید و مطمئنید که درسته رو بزنید، که نمره منفی نگیرید. کنکور یک آزمونی هستش که نمره منفی داره. میدونم که خیلی آخه اینطوری هستن، یا مثلا میگه که زشت الان اگه برگمو به مراقب بدم خالی باشه، مثلا کنم 20 تست زده باشم مراقبه در مورد من چی فکر میکنه، زایه نیستش همه دارن پر میکنن من نکنم. اینطوری نکنید، جواب نگیرتتون. واقعا تنها چیزی که میتونم بگم همینه.
اونایی که بلدید و 100 درصد فکر کنید درسته رو بزنید تا خیالتون راحت بشه. مثلا چون آزمون کنکوری آزمون رقابتی هستش، ممکنه شما یه درس 90 درصد بزنی بقیه مثلا 80 بزنن، خیلی کار خاصی نکردین، مثلا بقیه 100 بزنن. یه درس ممکنه شما 10 درصد بزنی بقیه منفی بزنن، شما انگار رتبه 1 شدید. برای همین آزمون رقابتی هستش، فکر نکنید که اگه الان همه رو بزنید ممکنه که رتبه 1 بشید. و نکته بعدی این که اگر که سوالی رو دیدید یا کلا آزمون رو دیدید، دفترچه رو دیدید، سوال سخت بود و شما درس خونده بودید ولی خیلی واسه سخت بودش، ناامید نشید، نگید وای بیچاره شدم، وای چرا اینطوری هستش اینا. اگر که کنکور سخت بشه واسه شما که درسو خوندی و بلدی، واسه همه سخته. لزوما قرار نیستش که واسه شما سخت بشه واسه بقیه راحت بشه. اگر هم کنکور راحت بشه واسه همه راحته. کنکور یک آزمون رقابتی هستش. سخت بشه واسه همه سخته، آسون بشه واسه همه آزمون هستش. اینم در نظر داشته باشید. یا ناامید نشید دیگه، وای من این همه خونده بودم، این همه آزمون داده بودم، لطفا خوب شده بود. بچه‌ها انقدر سخته چرا هیچ بلد نیستم، من کودنم. چون سر جلسه کنکور ممکنه که بچه‌ها یک سندرم و فوبیای فراموشی به دست بیارن، میگه انگار هیچ چی بلد نیستن، هر چی خونده بودن فراموش کردن. مطمئن باشید شما هر چی خوندید بلدید. مگه میشه مثلا 2 تا 4 تا یادش بره؟ هر چی خوندید مطمئن باشید تو ذهنتون مونده و یادتون نرفته. اگرم سخته واسه همه سخته، ترازه، یعنی هیچ اتفاق خاصی نمیفته. ممکنه شما 10 درصد بزنید بقیه منفی بزنن، رتبه‌تون خوب بشه. اینو می‌خواستم بهتون بگم و مدیریت زمان داشته باشید. اینا نکته‌ای بودش که باید بهتون میگفتم بچه‌ها و میدونم که خیلی به کارتون میاد. مهمترین چیز اینه که خودتون رو نوازید سر جلسه کنکور و فکر نکنید همه رو باید حتما بزنید. دفترچه‌ام که بهتون گفتم تعدادشو و هر دفترچه چند تا سوال هستش و چه شکلی هستش و چی کار باید بکنید، امضارم که بهتون گفتم. ان شاءالله که کنکورتو بهتر کنید. اگر که خونده باشید مسلط بشید، به بهترین شکل ممکن کنکور رو بدید، حقتون ضایع نشه. میدونم کنکور و شرایطی داریم، شرایط عادلانه نیستش، حق خیلیه داره ضایع میشه، ولی امیدوارم که به بهترین شکل ممکن کنکورتون رو بدید. آرزو موفقیت دارم واسه خودم. منم کنکور میدم امسال، من از سال 95 هم دیدم کنکور میدم واسه تفریح و فان و اینا، فقط کنکور تجربی تا حالا ندادم. انسانی دادم، رتبه شده 3000 با وجون که رشم نبوده، ریاضیشو 100 زدم، اقتصادیشو 100 زدم، زبانشو 94 زدم، اینا رو یادمه، عربیشو ولی منفی زدم. بعد کنکور ریاضی رتبه 3 رقمی شد، کنکور زبان رتبه 2 رقمی شد، کنکور ارشد رتبه شد 88. دیگه کنکور چی دادم؟ همینا رو فکرام دادم دیگه. آره اینا رو خواستم بهتون بگم. امسال که خودم کنکور میدم انسانی، همینطور برای فان دیگه، برای که اطلاعاتم بیشتر بشه، آپدیت تر بشم این حرفا. و کنکور و اینکه شاید شعاری باشه ولی و بگم، بین هزاران راهی که آدم واسه موفقیت داره، کنکور یکیشه و هیچ تضمینی نیست که اگه یه نفر رتبه کنکورش خوب بشه، دانشگاه خوب قبول بشه، آینده درخشانی داره. کنکور فقط یکی از مسیرها و راههایی هستش که شما به موفقیت میتونید برسید. اگر که خدای نکرده به هر دلیلی نتونستید کنکورتون خوب بدید، دنیا به آخر نرسیده، هیچ اتفاق بدی نیفتاده، شما هزاران راه دیگه دارید که میتونید به درآمد برسید، به موفقیت برسید و به یک آینده درخشان برسید. اینو دوست دارم بهتون بگم، شعارم نیستش. اینو قطعا وقتش که برسه متوجهش میشید که کنکور آخرش میبینید که من استرس کنکور داشتم 12 سال سر این کنکور لعنتی من استرس داشتم و میترسیدم. این دیگه چیزی هستش که مافیای کنکور راه انداخته که بچه‌ها ازش بترسن که بتونن پکیج های کنکور اینا، کلاس های کنکور و کتاب های کنکور اینا رو بخرن که اونا درآمدزایی بکنن. از کنکور یه قولی ساختن که همه مجبور بشن یه کتابی کلاس چیزی بخرن تا موفق بشن. کنکور هیچ تضمینی نیستش و خیلی اصلا کنکورشون بد شده ولی آینده درخشان تری داشتن تا اونایی که کنکورشون خوب شده. و موفق باشید، به خصوص کسایی که واقعا خوندن و حقشون هستش، اتفاق بدی نیفته که کنکورشون رو خراب بکنن. اونایی که حالا نخوندن، امیدوارم اون چیزی که مد نظرشون هستش رخ بده. دوست داشتم که این ویدیو رو واسهتون بگیرم قبل از کنکور و تجربیاتم بگم. دوست داشتم که بچه‌ها استفاده بکنن و به کمکشون بیاد. اگر که این ویدیو رو دوست داشتید این پست رو لایک بکنید، کانال رو سابسکرایب بکنید و واسه دوستاتون بفرستید، به خصوص دوستانتون که کنکوری هستن و استرس کنکور رو دارن. میدونم که این ویدیو به کمکشون میاد. تا پست دیگه، خدا نگهدار.